امشب در 24 هشدار درباره تلاش حکومت برای قتل تدریجی موسوی و رهنورد. وبسایت کلمه میگه پرونده پزشکی این دو با علائم قابل مشاهده اونها مطابقت نداره. چراغ سبز محمود عباس به توافق احتمالی عربستان و اسرائیل در ازای حمایت‌های اقتصادی. رسانه‌ها از موضع جدید تشکیلات خودگردان فلسطینی در قبال پیمان ابراهیم میگن. من قرصامو نخورده بودم، داشتم هلوسینیت میکردم، دلوژنای مختلفی تو مایند من بوده. و مصاحبه با نیکا نیکوبین، دختر ایرانی آمریکایی که گفته بود به دنبال انتقام خون قاسم سلیمانیه. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرخزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. پایگاه خبری کلمه نزدیک به میرحسین موسوی درباره وضعیت جسمی و سلامتی او و همسرش زهرا رهنورد ابراز نگرانی کرده و هشدار داده. کلمه نوشته بعد از حمایت موسوی و رهنورد از اعتراضات در یک سال گذشته، وضعیت سلامتی این دو نفر به شکل ملموسی افت کرده. بر اساس این گزارش، پاسخ آزمایش‌های پزشکی که از فیلتر لایه‌های مختلف امنیتی عبور می‌کنه با بروز مکرر علائم بیماری رهنورد بران محصول جنبش سبز مطابقت نداره و وضعیت سلامتی این دو در ماه‌های اخیر تغییراتی آشکار داشته. مراد ویسی همکارم از واشنگتن با ماست. مراد، به گمانم وضعیت پیچیده و تلخی شاید برای آقای موسوی باشه. اینطور نیست؟ برای اینکه از یک طرف تعداد قابل توجهی از منتقدان و معترضان جمهوری اسلامی از او عبور کردن، ولی از طرف دیگر جمهوری اسلامی هم به او امتیازی نمیده و حالا به نظر میاد که وضعیت جسمیش هم خیلی شرایط جالبی نداره. به نظر میاد که دعوای رهبر جمهوری اسلامی با میرحسین موسوی وجوه مختلفی داره که کمک کرده که این دعوا اینقدر طولانی بشه. فارغ از اینی که میرحسین موسوی در سال 88 رهبر اعتراضات بود، مهمترین اعتراضاتی که تا اون موقع بود، و ایستادگی کرد در مقابل خامنه‌ای و نتیجه انتخابات رو نپذیرفت که به شدت رهبر جمهوری اسلامی رو دچار چالش کرد ساختار حکومت. ولی من فکر میکنم فراتر از اون این بحث هست که یک دعوای شخصی بین این دو نفر هم وجود داره، به دلیلی که در دهه 60 میرحسین موسوی دست برتر رو داشت و خامنه ای رو با ما رئیس جمهور نادیده میگرفت و بعد خامنه ای که این فرصت براش پیش اومد به این معادله رو به ضرر میرحسین موسوی تغییر داد. میتونم بگم معادله که علی خامنه ای در مقابل میرحسین موسوی و زهرا رهنورد داره یک نوع کینه ورزی صبورانه است. یعنی علی خامنه ای خب معلومه کینه ورزی داره میکنه در مورد میرحسین موسوی، ولی این کینه ورزی چه در مورد موسوی چه در مورد منتقدین دیگرش، حتی هاشمی رفسنجانی، توأم با نوعی صبره. یعنی علی خامنه ای عجله‌ای برای انتقام گرفتن از مخالفین سرشناس درون جمهوری اسلامی نداره، صبر میکنه و اونها رو یا کامل از رده خارج میکنه یا به نوعی مرگ تدریجی رو براشون فراهم میکنه. ضمن اینکه شما الان ببینید میرحسین موسوی 82 سالشه، یه فرد 82 ساله در شرایط عادی هم نیاز به مراقبت‌های بیشتری داره، چه برسه به اینی که 13 سال در حصر باشه، در یه خونه ارتباط با جامعه نداشته باشه، با محیط نداشته باشه. به طور طبیعی میتونیم بگیم بله، این یه نوع مرگ تدریجی آمدانه است که حکومت تصمیم گرفته در مقابل میرحسین موسوی بهش عمل بکنه، ولی این رویه رو در مورد مهدی کروبی حداقل در پیش نگرفت. چرا به نظرت نتونسته در این مدت سرمایه سیاسی بیشتری جمع بکنه آقای موسوی؟ برای اینکه عملا بالاخره جلوی خامنه ای ایستاده و همونطور که خودت هم اشاره کردی 13 سال در حبس خانگی، ممکنه در یک فضای سیاسی متفاوت در یک جای دیگری در دنیا چنین کسی همچنان یک رهبر خیلی پویا به حساب بیاد. چرا به نظرت اونقدر مثلا در همین اعتراضات سال گذشته اسمی از او نمیشنیدیم؟ این مشکل آقای موسوی نیست، مشکل اینه که جامعه خیلی خط و مرز رو جلو برده دیگه. یعنی به گفتمان آقای موسوی دیگه کفایت نمیکنه جامعه، به گفتمان اصلاح طلبا یا حتی گفتمان میرحسین موسوی که نوعی گفتمان دینیه برای اصلاح جمهوری اسلامی، حالا در این اواخر گفته همه پرسی هم بکنیم، نوعی فرض کنید جمهوری عرفی هم پذیرفته آقای موسوی اگر اتفاق بیفته، ولی چون بنمایش بنمایه فکری گفتمان اسلامگرایی، ولی فرض کنیم مثلا به نظر خودش
معتدل باشه، ولی جامعه از این عبور کرده. ضمن اینی که مثلا آقای موسوی یه واژه‌هایی داشته مثل دوران طلایی امام، خب جامعه به دوران آیت الله خمینی حساسیت جدی داره و دهه 60 رو یک دهه خونین و سیاه میدونه. به نظرم مشکل آقای موسوی نیست، ولی بحث در اینه که جامعه دیگه از اصلاح طلبا و گفتمان حتی اسلامگرایی مثل میرحسین موسوی و بقیه عبور کرده. منتها علت اینه که حکومت رهاش نمیکنه. حکومت هنوز احساس میکنه که میرحسین موسوی میتونه یک جای کاتالیزور باشه. یعنی اگر مخالفین جمهوری اسلامی قدرتشون به جایی برسه که مجموع مردم ایران بخوان از جمهوری اسلامی عبور کنن، میرحسین موسوی با دلیل نفوذی که در بعضی از لایه‌های جمهوری اسلامی داره شاید بتونه در اون مرحله خشونت رو کاهش بده، عبور از جمهوری اسلامی رو کمک کنه کم خشونت باشه. این حکومت رو نگران میکنه. ولی در آستانه در آستانه قتل مهسا امینی و همطور که اشاره کردی 80 خورده سال سن داره، اگر یک اتفاقی براش بیفته با توجه به وضعیت جسمی که داره، برای جمهوری اسلامی نمیتونه خود این پرهزینه تر باشه درست در سالگرد مرگ مثلا؟ فکر نمی کنم. مثلا اعتراضات سال گذشته، این دیگه مثلا خب هزینهش از مرگ احتمالی آقای موسوی بیشتره. جمهوری اسلامی امیدواره، یعنی علی خامنه‌ای و سپاه دقیقاً، که به یک مرگ تدریجی بمیره، مثلا در آستانه مرگ احتمالاً مثلا رها کنن، بعد از چند وقت بمیره یا در حبس بمیره و بتونن به عنوان یک التهاب چند روز و چند ماهه به شیوه‌های خودشون کنترلشون کنن. به نظرم حکومتی که با اعتراضات سال گذشته روبرو شده، که جمهوری اسلامی رو تا روی پل برده و ممکن بود جمهوری اسلامی رو ضرب فنی کنه و همین امسال هم با این روبرو هست، نسبت مرگ موسوی با این اعتراضات اینطوری نیست که مثلا جمهوری اسلامی خیلی از مرگ موسوی در حصر بترسه. جمهوری اسلامی ترس بزرگترش مردمی هستند که هر لحظه امکان داره در هر گوشه کشور و به هر دلیلی دوباره قیام بکنن و حکومت رو سرنگون بکنن. ممنونم از تو مراد ویسی، همکارم از واشنگتن. کاخ سفید جیکوب لو رو به عنوان سفیر جدید آمریکا در اسرائیل و برای تایید به کنگره آمریکا معرفی کرده. آقای لو وزیر سابق خزانه داری دولت اوباما بود و همینطور عهده‌دار سمت‌های متعددی در دولت کلینتون بوده. در پی انتشار بیانیه کاخ سفید درباره معرفی لو به عنوان سفیر، رسانه‌ها میگن دولت بایدن با این حرکت به دنبال بهبود روابط با اسرائیل. آقای لو برای انتصاب نهایی به رأی اعتماد سنای آمریکا نیاز داره. آرش علایی همکارم از کنگره آمریکا با ماست. آرش، های کار دشواری داره آقای لو برای جلب نظر سناتورها؟ ببین، هنوز معلوم نیست، به خاطر که اولا این انتصاب مشخصا امروز روز سه‌شنبه انجام شده، از روزی که تازه کنگره آمریکا برگشته به سر کار بعد از تعطیلات تابستانی طولانی مدت، و به نظر هم میاد که تا حدودی حتی خود مطبوعات هم شوکه شدن از این انتخاب، به خاطر که ما چند ماه بود که میدونستیم نفر قبلی استعفا داده است، سفیر قبلی آمریکا در اسرائیل، و منتظر بودن همه تا یکی شاید انتخاب شه، و الان ناگهان فردی انتخاب شده است که خب در دولت‌های متعدد در آمریکا پست‌های کلیدی داشته. وزیر خزانه داری یکیش بوده است، رئیس دفتر آقای اوباما بوده برای مدتی، در دولت کلینتون پست‌های حساس داشته است، و مطبوعات الان تازه شروع کردند در مورد شخصیت ایشون نوشتن و اینکه چه کارهایی انجام داده، چقدر درگیر کارهای اسرائیل بود. از وال استریت ژورنال یک مقاله مفصلی نوشته راجع به جیکوب بلو، میگوید که آقای جیکوب بلو در موقعی در دولت اوباما بود که اختلافات بین امریکا و اسرائیل بر سر مسائل سیاسی خاورمیانه بسیار زیاد بود. اون موقع مخصوصا اون چیزی که گزارش وال استریت ژورنال میگوید، دولت اوباما علاقه داشت که هرچی زودتر با جمهوری اسلامی به توافق اتمی برسه، و دولت نتانیاهو موقع بسیار مخالف اون بود، و کسی که اون وسط داشت سعی می‌کرد این داستان رو مدیریت کنه یکیشون جیکوب لو بوده است، وال استریت ژورنال میگوید. و در این حال وقتی شما اظهارات مقامات اسرائیلی رو میخونید، مثلا الی کوهن وزیر امور خارجه اسرائیل در رسانه‌های اجتماعی تبریک گفته است این کاندیدا شدن آقای جیکوب لو رو،
و گفته است که آقای جیکوبلو هیچ کسی در آمریکا نیست که بهتر از ایشون اسرائیل رو بشناسه و دوست واقعی اسرائیل است، در مورد اهداف استراتژیک دو کشور تعهد دارد. اما با این حال یک سری اختلافات اساسی هم به نظر میاد که حداقل اون بخش از دموکرات‌هایی که جیکوبلو هم یکشون هست با اسرائیلی‌ها دارن بر سر مسائل فلسطینی‌ها، بر سر یک سری از اختلافات مرزی که اسرائیل دارد با لبنان. میدونیم دولت بایدن الان هم در حال تلاش است که بعضی از این اختلافات رو بین حزب الله و اسرائیل حل بکند در مورد مسئله سوریه. و الان مطبوعات آمریکایی میگویند در زمانی که اختلافات سیاسی بین واشنگتن و تل آویو در حدی است که از زمانی که آقای بنیامین نتانیاهو وارد در واقع دفتر نخست وزیری شده هنوز دعوت نشده است به کاخ سفید. البته میگویند قرار است که دو رهبر بایدن و نتانیاهو در نیویورک به زودی قبل پیش از مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیدار داشته باشند، اما معلوم نیست کجا و معلوم هست اصلا اتفاق بیفتد یا خیر. در همین زمان تنش‌ها بین فلسطینی‌ها و اسرائیل هم در 20 سال اخیر بی‌سابقه است. در این زمان آقای جیکوبلو داره در واقع کاندیدا میشه، معرفی میشه از طرف کاخ سفید برای اینکه بخواد سفیر بشه در اسرائیل. و اینجا هم خیلی‌ها ابراز امیدواری می‌کنند از دموکرات‌ها که جمهوری‌خواهان هم بیایند و به ایشون رأی بدهند. در زمانی که ایشون وزیر خزانه‌داری هم می‌خواست بشه چند تا از سناتورهای جمهوری‌خواه به ایشون رأی مثبت دادن، از جمله آقای لینزی گرام که یکی از منتقدین بسیار شدید دولت اوباما هم بود، مخصوصاً در زمینه توافق اتمی، ولی به جیکوبلو اون موقع رأی داده بود. و هنوز هم افرادی مثل لینزی گرام، مثل خانم سوزان کالینز یا سناتورهای جمهوری‌خواه هستن، مثل خانم لیسا مرکاوسکی از ایالت آلاسکا، اینها میتونن کلیدی باشن. اگر 4-5 سناتور جمهوری‌خواه به علاوه بقیه دموکرات‌ها به ایشون رأی بدن، یک رأی اعتماد بسیار قوی پشت ایشون خواهد بود برای که بخواهد برود. و نکته آخرم که اشاره بکنم، چیزی که کاخ سفید در بیانیش گفته است که ایشون قرار است که سفیر تامل اختیار آمریکا باشد، که اصلا این کلمه تامل اختیار رو من تا حالا راجع به هیچ سفیری نشینه بودم که کاخ سفید با این قدرت بگوید. نشان دهنده این است که چقدر به جیکوبلو اعتماد دارند و میخواهند هر چه زودتر او رو بفرستند به تل آویو. ممنونم از سوالش علی همکارم از کنگره آمریکا. مقامات تشکیلات خودگردان فلسطینی در دیدار با دیپلمات‌های آمریکایی تضمین دادند که در مذاکرات عادی‌سازی روابط بین عربستان سعودی و اسرائیل مانعی ایجاد نکنند. مدیالان به نقل از یک مقام آمریکایی گفته در ازای حمایت تشکیلات خودگردان، دولت بایدن و عربستان سعودی می‌خوان با کمک‌های مالی به رونق اقتصاد در سرزمین‌های فلسطینی کمک کنند. به گفته بعضی تحلیلگران، تلاش‌های دیپلماتیک برای همراه کردن تشکیلات خودگردان فلسطینی با نزدیکی اسرائیل و عربستان در شرایطی که حدود 3 سال پیش با انعقاد پیمان ابراهیم به شدت مخالفت کرده بودند. شکریا برادوس، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی اینجا در استودیو با ما. حالا جزئیاتش رو نمی‌دونیم، ولی به باور شما این به شکلی کمک مالی کردن به تشکیلات خودگردان فلسطینی باعث میشه که اونها از بسیاری از خواسته هاشون از تشکیل دولت مستقل اینها کنار بیان، یا فکر میکنید که سعودی ها امتیازات بیشتری یا وعده های بیشتری دادن در چانه زنی هاشون با آمریکایی‌ها؟ خب همین که آوردن فلسطینی ها رو داخل کردن توی این مذاکره و از فلسطینی ها خواستن شرط بزنن، و فلسطینی وقت خودش شرط میذاره و اون شرطایی که خب اون افیش یعنی کاملا رسمی نیست ولی میدونیم شرطش این چی بوده، هم باز کردن سفارت آمریکا در کرانه باختری رود اردن، این قسمت هایی که اسرائیل اونجا شرک سازی کرده، قدرتی که اونجا بهشون داده بشه، و این شرط های زیاد سختی هم نیست به نظر من. اگه در نظر بگیرید خب یکی از شرطی که داشتن می‌خواستن خب سازمان ملل بیاد فلسطین رو به عنوان کشور رسمی اعلام کنه، که می‌دونیم الان هم هست ولی به عنوان یک کشور ناظر. رسمی نیست، ناظره. و اینو گفتن، آمریکا گفت در مورد این فعلا صحبت نمی‌شه، نمی‌تونیم کاری انجام بدیم، اینو در مورد صحبت نکنیم. ولی شرط‌های دیگه‌اش به نظر من خودن سخت نیست که بخوان انجام بدن. خب مالی آخه شرط‌های دیگه هم هست، هم قدرت اداریه، هم قدرت مالی، هم باج دادن به حساب نمیاد به تشکیلات خودگردان. خب می‌دونیم تا 2021 عربستان ماهانه 20 میلیون این حکومت فلسطین داده، و از 2021 به خاطر فساد دارایی بوده که این 20 میلیون رو قطع کرده، و این همیشه وابستگی مالی فلسطینی ها، نه تنها حالا حکومتش بلکه قدرت غزه، یعنی حماس هم وابستگی دارایی رو الان داره با عربستان شروع میکنه، چیزی که ما بارها شنیدیم که عربستان میخواد به حماس کمک کنه که اون جنگ و یا اون درگیری ها رو با اسرائیل پایین بیاره. این نشون میده که وابستگی دارایی یا قدرت
ضرورت مادی اینجا داره حرف میزنه. ولی اینکه فلسطینی ها الان هم میدونیم خب هیئت فلسطینی داره میاد تو واشنگتن که صحبت کنه و این برای بایدن کار رو آسان تر خواهد کرد، چون که اگه بخواد هم فلسطینی ها رو داشته باشه، هم اینکه فلسطینی ها چراغ سبز رو داده باشن به بایدن در مقابل اون دموکرات هایی که مخالف هر گونه عادی سازی روابط با عربستان هستن، فرستادن اون تسلیحات یا اینکه بخوان انرژی اتمی مسالمت آمیز به عربستان بدن، که این خودش داستان دیگه داره به نظر من. نشست دیروز ترکیه اردوغان با پوتین و اینکه ترکیه هم وارد این گروه از کشورهایی که داره انرژی هسته‌ای سلامیز است، کار رو برای عربستان آسان‌تر کرده. یا آمریکا به من میده، خب میتونه از روسیه هم کمک بگیره. من اینجوری نگاه میکنم، میبینم که کار رو برای بایدن از اون لحاظ سخت‌تر کرده، ولی فلسطینی‌ها کار رو دارن براش آسون میکنن که بخواد از این طریق از سنت یا از گروه خودش از دموکرات‌ها اون اجازه رو بگیره که بخواد به عربستان کمک کنه. برای همین هم هست وجود فلسطینی‌ها که مخالف با ابراهام موافقت نامه یا تعهد ابراهام که اصلا فلسطینیان در اون داخل نبودن، در نظر گرفته نشدن، اینجا عربستان داره بازی به نظر من زیرکانه‌ای رو انجام میده، چون که از در داخل عربستان مثلا در وزارت خارجه از خارجش کسایی هستن که مخالف چنین عادی سازی بدون در نظر فلسطین هستن. در داخل اسرائیل نتانیاهو و حکومتی که تشکیل حکومت داده مشکل داره، چون که راستیایی هستن که آماده نیست امتیازی بدن. در داخل آمریکا بایدن این مشکلات رو داره با گروه خودش. یعنی تمام این پروسه رو که داری نگاه میکنی دارن به طرف یک دیل یا یک توافق خیلی بزرگی میرن. به نظر من مشکل همونجا بزرگ کردن این توافق مگا دیله. اگه بخواین مثلا این مگا دیل رو جلو ببرن، عربستان باید به اون چیزایی که میخواد برسه تا بتونه چنین دیل رو با اسرائیل انجام بده. البته گمان میکنم محمود عباس یعنی تشکیلات خودگردان به طور کلی اونقدر محروم های زیادی برای چانه زنی وسط ندارن. حالا سعودی ها رفتن سراغشون، چراغ سبز اونها رو میخوان، ولی همین توافق ابراهیم رو هم که اشاره کردید علارغم مخالفت اونها مگه چه تأثیری گذاشت در روابط اسرائیل با امارات و بحرین؟ تفاوتش برمیگه، خود در مورد عربستان صحبت میکنیم، در مورد قبله مسلمان ها و این جبهه در مقابل فلسطین داره. عربستان کشوری که در 2002 در نشست عرب کشورهای عربی در بیروت لبنان پروسه آشتی فلسطین رو گذاشته و در رون حساب میکنه و اون قدرتی که عربستان به عنوان قطب اسلام داره. اگه عربستان موافقت کنه و میدونیم حتی توافق ابراهیم هم که صورت گرفت گفتن خب چراغ سبز عربستان داده بود که کشورهای عربی اومدن با اسرائیل موافقت کردن، اگه الان عربستان چه موافقتی انجام بده، یعنی تقریبا پایان اون درگیری های بین اسرائیل و کشورهای عربی و کشورهای مسلمان خواهد بود. مخصوصا که موقعیت عربستان معلوم، برای همین هم هست عربستان میخواد داخل رو هم راضی نگه داره و اون پروژه‌ای که بن سلمان داره اجرا میکنه برای اینکه بتونه کشور رو از اون به یک کشوری نرمال تقریبا تبدیل کنه، میدونیم خب سابقه امنیتی داره، سابقه سرکوب مردم رو داره در داخل، ولی یه وجهه دیگه رو داره میخواد نشون بده و این روابط با اسرائیل و کمک کردن به اقتصادش و امنیتش که میتونه ضمانت رو از آمریکا بگیره، اینجا میتونه وجهه خودش رو به نظر من نشون بده که میتونه بهتر عمل کنه. ممنونم از شما. شکریه برادوس، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی اینجا در استودیو. دولت آمریکا میگه کیم جونگ اون رهبر کره شمالی قراره برای دیدار با ولادیمیر پوتین به روسیه سفر کنه و درباره ارسال اسلحه و مهمات به مسکو برای جنگ اوکراین گفتگو کنه. به گزارش نیویورک تایمز این دیدار قراره همین ماه در شرق روسیه انجام بشه. بنا به این گزارش خواسته پوتین از رهبر کره شمالی مهمات توپخانه و موشک ضد تانکه و کیم جونگ هم میخواد کشورش به فناوری پیشرفته روسیه برای ماهواره و زیردریایی هسته‌ای دسترسی پیدا کنه. از نظر بعضی ناظران این دیدار به دلیل خودداری چین از ارسال مستقیم سلاح به روسیه است. اون چه ما مشاهده می‌کنیم و به نظر من بسیار هم جالبه اینه که روسیه چیزی رو که از چین می‌خواست دریافت نکرده. همینطور می‌دونیم که مهمات کره شمالی کیفیت بالایی ندارن. پیونگیانگ قبلاً هم وعده این مهمات رو داده بود، اما در عمل مقدار کمی از اون به خط مقدم و به دست نیروهای روسیه رسیده. بنابراین روشنه که روسیه با کمبود مهمات روبروئه و مجبور شده سراغ کره شمالی بره. تعداد کشورهایی که روسیه بتونه برای این نوع مهمات به اونها مراجعه کنه بسیار کمن. دامون گوریز، تحلیلگر سیاسی از لاهه با ماست. آقای گوریز، به نظرتون واقعا هیچ معنای جدی داره این دیدار یا کره شمالی اینجا داره در نقش یک پروکسی یا میانجی بین توافقی برای چین و روسیه بازی میکنه؟
درود بر شما بینندگان عزیز. ببینید روسیه واقعا مشکل داره. روزی 50,000 گلوله توپ استفاده میکنه از آغاز این جنگ تقریبا و به آخر خط رسیده از این جهت و واقعا نیاز داره برای اینکه این جنگ رو ادامه بده از حداقل کره شمالی مهمات بگیره، چون چین حاضر نیست خیلی زیاد به روسیه مهمات بده، از جمهوری اسلامی پهپادهای برای حمله به اوکراین بگیره و از این طریق این جنگ رو ادامه بده تا اینکه در یک آینده نامعلومی شاید به یک نوع توافقی برسن. خاطرتون هم باشه که پیونگیانگ اولین کشوری بود که و شاید هم تنها کشوری باشه هنوز که تصرف یا میشه بگیم جنگ روسیه رو به نفع روسیه، بخش شرقی اوکراین رو بخشی از کشور روسیه قلمداد کرد و به رسمیت شناخت و از این جهت روابط خیلی نزدیک شده. ولی همونجور که در شاید صحبت شما هم بود اگه من اشتباه نکنم، چیزی که کیم از پوتین میخواد خیلی جالبه و اون هم فناوری زیردریایی هسته‌ایه. تصور بکنید یه اتفاق بیفته و اون وقت معادلات برای چین هم تغییر خواهد کرد. به این معنا هستش که ولی واقع بینانه چنین کاری میکنه آقای گوریز به نظر تو مسکو؟ مسکو خب مشکل خیلی جدی داره و اینکه واقعا این کار رو انجام بده یا نه، ما در مورد جمهوری اسلامی دیدیم که فعلا هنوز سوخوی 35 رو تحویل نداده، ولی خب جنگنده خیلی دست چندمتر رو به هر حال تحویل داده به جمهوری اسلامی. خب تفاوت بین یک جنگنده مثل سوخو با زیردریایی هسته‌ای خب خیلی جدی هست. یعنی تعداد کشورهایی که توانایی داشتن زیردریایی هسته‌ای دارن در دنیا انگشت شماره. آیا به نظرتون روسیه حاضر هست چنین فناوری رو به کره شمالی بده؟ میدونی اینا پروسه است دیگه، اینجوری نیستش که قضیه با یک بار انتقال از طریق قطار به سمت کره شمالی قضیه حل شه، بلکه در یک پروسه است و در این پروسه ممکنه که روسیه واقعا شرکت بکنه اگر در این میان نتونه به اندازه کافی مهمات بگیره و حتی کمک لازم رو از چین هم نگیره و این برای چین بسیار نگران کننده است. از طرف دیگه ما با صحنه مواجهیم که به نظر من در عمل یک نوع لیگ رو داره به وجود میاد که در اون چین از یک طرف، کشورهای منطقه‌ای مثل ایران، بلاروس از طرف دیگه، هم کره شمالی، روسیه از طرف دیگه و تبهکارانی که به هر حال کار قاچاق میکنن، چه قاچاق نفت، چون میدونید کره شمالی بدون نفت نمیتونه زنده باشه و نمیتونه همین مهمات رو هم درست بکنه یا نیروهای نظامی خودش رو در عمل گرم نگه بداره به اندازه کافی. از این جهت اینها در حال این هستن که بتونن این نظم بین المللی رو که هنوز هم طبق اتفاقات بعد از جنگ جهانی دوم هست و امریکا و نقش دلار به عنوان اون رابط اقتصادی بتونن این رو تا حدودی ضعیف‌تر بکنن و نوعی آلترناتیو برای اون قرار بدن. همین نشست بریکس که ایران هم به اون اضافه شد بخشی از همین پروژه هست. به تعبیر دیگه بخوام اینجوری بگم یک تیغ دولبه است، یعنی برای مسئله کره شمالی برای چین هم میتونه یک فرصت باشه برای تضعیف نقش امریکا، نقش غرب، نقش نزدیکی این نوع کشورها با هم، هم میتونه واقعا یک مشکل جدی به وجود بیاره اگر روسیه و کره شمالی وارد روابطی بشن که از نظر استراتژیک مثلا این فناوری زیردریایی هسته‌ای بتونه در یک آینده نه چندان دوری اون وقت چین رو به خطر بندازه. اون وقت معادله تغییر خواهد کرد. از این جهتی که هم شما بهش میپردازید و هم خیلی از رسانه‌های بین‌المللی به این موضوع پرداختن، اهمیتش به اینجا برمیگرده. چقدر فکر میکنید که اقدامات این چنینی، چون الان خود روسیه هم بالاخره در یک انزوای نسبی وجود داره، به ایران اشاره کردید، ورودش مثلا به توافق بریکس یا همین الان این دیداری که قراره با رهبر کره شمالی داشته باشه رئیس جمهوری روسیه، چقدر این میتونه فشار بیاره بر آمریکا که اون کشورهای ضعیفتری رو که به شکلی منزوی کرده مثل کره شمالی، مثل جمهوری اسلامی، یک راه گریزی پیدا کنن به واسطه همراهی‌های مسکو؟ ببین در دو سطحی، یک سطحش در سطح افکار عمومیه و مسئله اقتصاد که خب به هر حال دنیا با یک بحران مواجه است، چه از نظر تورم‌هایی که ما در اروپا امریکا مواجه هستیم، و یک طرف دیگرش هم مسئله واقعیت قدرت اقتصادی امریکاست و چیزی که به عنوان در تهران به عنوان افول امریکا مطرح میکنن. ولی آیا این واقعیه؟ این سوال شما اینجاست. به نظر میاد که چین الان مشکلات جدیتری داره از نظر اقتصادی، از نظر پیشرفت، از نظر تولید ناخالص ملی، از نظر اینکه بتونه قدرت خودش رو، به خصوص آقای شی که میدونید آینده میراث سیاسی و اقتصادی خودش رو به
این پروژه بزرگ کمربند و راه متصل کرده که این پروژه در اصل یک پروژه اقتصادی تکنولوژیکه. خب در این موضوع به نظر میرسه که چین با مشکلات جدی مواجه هست و از این جهت من فکر نمی‌کنم به این راحتی بتونن این نوع کشورها با این نوع همکاری‌ها از طریق جنگ اوکراین که روسیه راه انداخته غرب رو با جدیت به چالش بکشن و در دراز مدت موفق بشن. چین با هر چی ما میگذاریم آقای فرزاد، من فکر میکنم که با یک نوع دوراهی مواجه میشه، یک نوع دوراهی و چالشی که باید انتخاب بکنه. آیا هنوز به این نظم بین الملل قدرت دلار میدونید به هر حال نوعی از رقابت بدون مقابله با امریکا و غرب به خصوص اروپا و همچنین امریکا، آیا به این ادامه خواهد داد یا اینکه نه واقعا وارد یک نوع مقابله میشه و به دنبال این هست که این دو قطبی رو خیلی جدیتر حتی از نظر نظامی استفاده بکنه. من فکر می‌کنم از این جهت باید آینده رو دید و ببینیم که این روند به چه سمت و سویی میره. به هر حال برای غرب خیلی مهمه که این سیستم سر کار بمونه و این سیستم بعد از جنگ جهانی دوم بتونه آینده دنیا رو در عمل با بیشتری صلح و نزدیکی و روابط دوستانه تر ادامه بده تا اینکه نوعی از تقابلی که میتونه اون وقت انسانیت رو به خطر بندازه. ممنونم از شما دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی از لاهه. بلومبرگ در پیشبینی جدیدش میگه چین شاید هیچ وقت نتونه به لحاظ اقتصادی از آمریکا پیشی بگیره. کاهش جمعیت، رکود بازار مسکن و افت اعتماد مصرف کنندگان به کند شدن رشد اقتصادی چین منجر شده. بر اساس این پیشبینی تولید ناخالص داخلی چین تا 20 سال آینده با فاصله بسیار اندک از آمریکا پیشی میگیره، اما بعد از مدت کوتاهی دوباره عقب میفته. بلومبرگ برآورد میکنه رشد تولید ناخالص داخلی چین تا سال 2050 به 1% کاهش پیدا کنه. محمد ماشینچیان پژوهشگر ارشد دانشگاه پیتسبورگ از پنسیلوانیا با مصاحبه ماشینچیانی یکم این تحلیل بلومبرگ با تصویرهای قبلی که ما از نهادهای مختلف اقتصادی داشتیم متفاوت از همه تصورشون این بودش که ممکنه طول بکشه، ولی بالاخره اقتصاد چین حالا سرانه نه ولی به طور کلی از اقتصاد آمریکا پیشی خواهد گرفت. درود بر شما. بله خیلی بولیش بودن بسیاری از تحلیلگران و اقتصاددانان و علت اصلیش برمیگرده به اینکه چین هنوز در مقایسه با کشورهایی مثل امریکا، انگلستان، فرانسه یا آلمان اقتصاد توسعه یافته ای نیست و در نتیجه خب طبیعیه که نرخ رشد بالاتری داشته باشه و با آهنگ سریعتری رشد کنه. اما چین مشکلات اساسی بسیاری داره، هم در مسائل داخلی و هم در مورد سرمایه‌گذاری خارجی و مسائل بین‌المللی. در مورد مسائل داخلی یا اصلا در مورد هر دوی اینها نکته مشترک این است که سیاست‌های شی جین پینگ تا حد زیادی موفق نبوده و شکست خورده. عده این رو نسبت میدن به خصوص در حوزه اقتصادی به اینکه شی جین پینگ اعتقادی به بازار آزاد نداره، اعتقادی نداره به اینکه شرکت‌های خصوصی خارج از اراده و کنترل دولت رشد کنند و از این طریق اقتصاد چین پیشرفت کنه. شی جین پینگ اولویتش مسائل سیاسیه. گفته میشه که چین در حال عقبگرد به دوران ماو هست. اقتصاد عملا هر جا که لازم باشه میبینیم که قربانی مسائل سیاسی خواهد شد. منابع عظیمی داره صرف سوداهای سیاسی شی جین پینگ میشه که خب توجیه اقتصادی نداره. یک نمونهش همین مسئله بریکسه و خب همه اینها در نهایت خودش رو در وضعیت اقتصادی چین نشون میده. ولی آیا جهان با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از تولیدات همین ایالات متحده آمریکا و کشورهای دیگه عملاً در چین صورت میگیره میتونه تحمل بکنه که چین در یک شرایط انزوایی قرار بگیره، یا همین ارزش‌های بازار آزادی رو که گفتید اگر حکومتش نخواد بپذیره چقدر ضربش میتونه کلانتر باشه فراتر از مرزهای خود چین؟ ضربش برای چین به مراتب بزرگتر خواهد بود بر نسبت به آسیبی که بقیه دنیا ازش خواهند دید، به خاطر اینکه در بسیاری از حوزه‌ها بدیل‌ها، آلترناتیوهای دیگری هم وجود دارند که میتونن از این فرصت استفاده کنند و جای چین رو بگیرن. در حالی که خب چین اگر این فرصت رو، اگر موقعیتش رو در دنیا از دست بده،
و حالا این چیزی رو که نسبت به بقیه کشورهای مشابه داره از دست بده، مزیت نسبی و رقابتیش رو از دست بده، آسیب خیلی بزرگتری خواهد دید. ولی خب از طرف دیگه می‌بینیم که حتی شرکت‌های خصوصی در چین عملاً سیاست‌های دولت رو ناچارن که دنبال کنند، و یک دلیلش فشار سیاسی، حتی تعداد نمایندگان دولت در هیئت مدیره شرکت‌های خصوصی یا نیمه دولتی چین در حال افزایش. خاطرتون از چند وقت پیش این مسئله در مورد شرکت تیک تاک سر و صدا پا کرد. مسئله دوم هم اینه که خب به هر حال این شرکت‌های خصوصی می‌دانند که همکاری با دولت و پیگیری سیاست‌های مورد تایید حزب کمونیست براشون رانت و منفعت اقتصادی داره، و در نتیجه شاهد انواع و اقسام پروژه‌هایی هستیم در چین که روی کاغذ جالبه، سنجه‌های کلان اقتصادی رو بزرگ می‌کنه، بسیاری از اقتصاددانان رو نسبت به چین امیدوار می‌کنه، در تبلیغات حزب کمونیست به عنوان موفقیت ازش نام برده میشه، اما عملاً توجیه اقتصادی نداره. یه نمونهش پروژه‌های بزرگ قطارهای سریع السیر با بودجه‌های کلان که ساخته شده و عکس و فیلمش هم قشنگه، ولی به حساب توسعه زیر ساخت و پیشرفت چین هم گذاشته میشه، اما عملاً توجیه اقتصادی نداره. یا پروژه‌های عظیم شهرهای جدید که کسی توش زندگی نمی‌کنه، پروژه‌های ساختمانی که در کاتالوگ‌ها قشنگه ولی بی‌کیفیت ساخته شده و کسی تو اینها زندگی نمی‌کنه. اینها همه باعث شده که چین پاش الان روی پوست خربوزه باشه و خیلی موقعیت شکننده‌ای داشته باشه. ولی خود ایالات متحده آمریکا هم شرایطی داره که رقابت رو براش سخت‌تر می‌کنه با اقتصادهای نسبتاً نوظهور مثل چین. اینطور نیست؟ میزان دیوان سالاری، ضوابط دولتی، مالیات، قوانین مربوط به نیروی کار، چقدر در چنین شرایطی فکر می‌کنید این تصور که ایالات متحده آمریکا در نهایت پیشی خواهد گرفت از چین درست است؟ به نکته خیلی مهمی اشاره میکنید، این درسته، اما ابتدا یه تبصره‌ای من قائل میشم. چند وقت پیش ما داشتیم راجع به رقابت بین ایالت‌ها در امریکا صحبت میکردیم و اینکه قانونگذاران ایالتی دستشون بازه که با یکدیگر رقابت کنند و قوانین متفاوتی تصویب کنند، و در نتیجه هرچند که فشار دولت فدرال زیاده و هرچقدر که دخالت‌های دولتی افزایش پیدا کنه، این نرخ رشد اقتصادی، این یه مسئله ثابت شده در علم اقتصاد، کاهش پیدا می‌کنه، این درست. اما در این حال در چین وقتی دولت یه سیاست غلطی به اجرا می‌گذاره، کل کشور آسیب می‌بینه. در امریکا خیلی اوقات ممکنه کالیفرنیا عقب بیفته، در عوض فلوریدا جلو بیفته. در نتیجه این رو ما داریم. یه نکته مهم دیگر هم این است که خب به طور کلی من کاملا قبول دارم که نرخ رشد ایالات متحده کاهش پیدا کرده و رقابت پذیریش نسبت به گذشته کمتر شده، اما در این حال کماکان در بسیاری از حوزه ها در خیلی از صنایع پیشرو و جلودار هست. ممنونم از شما. محمد ماشینچیان، پژوهشگر ارشد دانشگاه پیتسبرگ از پنسیلوانیا. نیکا نیکوبین، دختر ایرانی آمریکایی که بهار پارسال در حین رابطه جنسی با مردی آمریکایی در هتلی در لاس وگاس با چاقو به گردن او زد و بعد به پلیس گفت این کار رو برای انتقام قاسم سلیمانی کرده، حالا کتابی منتشر کرده و در اون به ماجرای اون شب پرداخته. خانم نیکوبین ماه پیش به 3 سال حبس تعلیقی محکوم شد. خانم نیکوبین و وکلاش در دادگاه مدعی شدند که اقدام او به خاطر بیماری روانی بوده. پیشتر با او که حالا آزادانه در دالاس زندگی میکنه مصاحبه داشتم و ازش پرسیدم برای خیلی ها سواله که چطور میشه دختر جوانی با تحصیلات خوب در آمریکا و زندگی آزاد و موفق در این کشور علاقه من به کسی مثل قاسم سلیمانی بشه. من میفهمم که کسایی که نیوز آرتیکل های من دیدن یا ویدیوی اون شب دیدن شاید همچین فکر رو راجب من بکنن، ولی چیزی که نمیبینن، چیزی که پشت صحنه هست، اینه که من اونا رو باور ندارم. من باور دارم به فریدم، من باور دارم به وومن لایف فریدم، زن زندگی آزادی. بله. و یه نفر مثل من وقتی که اینفلوئنسای دیگه ای داره و مریضی منتالی داره میتونه یه چیزایی بگه که باورش نیست. که توی کورت لایرهای من تونستن اینا رو به جاج بگن و این نتیجهی که الان داره نشون میده که اون باور اصلی من نبوده.
یعنی اگر درست درک کرده باشم آنچه که دارید میگید اینه که هیچ سمپاتی به قاسم سلیمانی یا افکار آن شکلی نداشتید، فقط به خاطر مشکلات روانی که داشتید در اون لحظه چنین حرفایی زدید. بله، من 100% اصلا نه فقط من، بعدم پدر مادر من اصلا هیچ اینوالومنتی به پالیتیکس نداشتن اصلا. یعنی این نبوده که حتی وقتی رئیس جمهور میومد برای ووتینگ we didn't have a lot of different like opinions. به خاطر همین که فامیلی ما پولیتیکال نبودن، من خودم هم سپرایز هستم که چی شد که من اینو گفتم به law enforcement. ولی احتمالاً در موردش خونده بودی یا شنیده بودی، یه چیزی میدونستی که اون شب به ذهنت اومد، اینطور نیست؟ بله میدونستم و مطمئناً آرتیکل خونده بودم، ولی من پرسپشن خیلی بدی از این شخص داشتم. یکم در مورد خود اون شب حرف بزنیم. چه شد که رفتی لاس وگاس و چه شد که این آقا رو دیدی؟ بله، دلیلی که اصلا رفتم لاس وگاس این بود که من میخواستم بیشتر رو موزیکم کار کنم و کریر میوزیکم رو استارت کنم. با شخصای مختلفی کانتکت بودم که دیجی بودن، وایسلس اند تیشر بودن، کسی بودن که سپورتی به من میدادن که من بتونم successful باشم as a musician. That was the reason I moved. Yeah. و بعد در لاس وگاس این آقا رو روی یه دونه برنامه یه دوستیابی پیدا کردی. بله. از اون شب بگو چه شد که باش در تماس شدی، چقدر طول کشید از تماس اولیه تا اینکه همدیگر رو در هتل دیدید؟ بله، دقیقا همون شبی که ما کانکشن کردیم ما تصمیم گرفتیم که بریم هتل و الان بهش فکر میکنم که این اصلا چیز خوبی نبوده، این چیزی نبوده که پدر مادر من به من یاد دادن و خیلی چیز ریسکی بوده و من خیلی لاکی هستم که چیز بدتر اتفاق نیفتاده. در این مسابقه و در دادگاه گفتی که در حالت عادی نبودی، مشکلات روحی روانی داشتی و قرصات رو هم نخورده بودی، برای همین هستش که اون اتفاق در اون شب افتاد. وقتی داشتی میرفتی ببینیش، آیا در همون وضعیت ذهنی که بودی پس ذهنت بود که من میخوام آسیبی بهش بزنم امشب؟ من هیچ فکری راجع به آسیب زدن کسی نداشتم، ولی وقتی فکر میکنم الان خیلی troubled state of mind داشتم. مثلا وقتی فیلم میدیدم فکر میکردم که من اون شخص هستم، برای 24 ساعت اون فیلمی که دیدم و فکر میکنم من دارم رول پلی میکنم. به خاطر همین با فکر کردن دیگه من اصلا نتونستم کاری بکنم، یعنی کاری که کردم دقیقا ریفلکت نمیکنه که کسی که هستم الان. ولی قبل از اینکه به اتاق هتل برید ظاهراً گفتگویی داشتید که باعث عصبانیت شما شده، در مورد اون گفتگو به اون بگو. من قرصامو نخورده بودم، داشتم هلوسینیت میکردم، دلوژنهای مختلفی تو مایند من بوده، توهم داشتم، چیزایی رو میدیدی. بله، و یادمه که وقتی که داشتیم با هم حرف میزدیم توی ماشین، دقیقا یادم نیست دقیقا چی گفته بود، ولی یادمه یه چیزی راجع به حجاب گفته بود یا ایران، دقیقا یادم نیست چی بوده. و تو موقع من اصلا فکر کلیری نداشتم و یه ذره آنیمیا دارم که چه واقعا چی اتفاق افتاد در اون زمان، ولی یادمه که با اون احساس angry خشم. وارد با احساس خشم من وارد اون قضیه شدم و وسط رابطه با چاقو زدی به گردنش. درست بعد از اینکه این اتفاق افتاد چه شد؟ فکر میکنم چشاش بسته بود در اون لحظه، واکنشش چه بود؟ بله، چشماشو بسته بود با یه سیلکی و برای من سخته که دیتیلای زیادیشو بگم و به نظر من خیلی خوبه اگه کسایی که این برنامه رو میبینن کتاب رو بخونن که بتونن بیشتر راجع به این موضوع بفهمن. ولی در اون موقع من اصلا فکر خوبی نداشتم و وقتی که اون اتفاق افتاد، حتی بعد از اینکه پلیس اومدن و اینا،
حتی وقتی بعد از اینکه رفتم جیل اصلا من هنوز توی استیت اف مایند کلیر نبودم. واکنش خود اون آقا چه بود؟ اون لحظه‌ای که ضربه بهش خورد چه واکنشی نشون داد؟ اون شخص منو چوک کرد، سعی کرد خفه کنه، سعی کرد خفه کنه و من ترسیدم و از اون اتاق دویدم بیرون و زنگ زدم به پلیس. برای اینکه روشن بشه، بعد از اینکه شما ضربه رو زدی طبیعتاً برای دفاع از خودش سعی کرده شما رو خفه کنه. جالبه که هم شما تماس گرفتید با اورژانس هم خود ایشون ظاهرا. وقتی که نیروی پلیس لاس وگاس اومد تصویرهایی هم از اون لحظه وجود داره، چه حسی داشتید؟ آیا فهمیده بودید که چه فاجعه‌ای به بار اومد؟ من هنوز هیچی نفهمیده بودم و وقتی نگاه میکنی به تکستایی که من و اون شخص داشتیم، مثلا یه چیزایی مثل درد تو سکس و این شخص دوست داشت و ولی طبیعتا نه در اندازه که با چاقو تو گردنش بزنید. میدونم خیلی‌ها هستن که اصلا اون رو دوست دارن و من نمیخوام کسی رو شیم کنم که اونا رو دوست دارن. میدونم که مموری من خیلی کلیر نیست از کانورسیشنی که توی ماشین داشتیم، ولی میدونم که وقتی این اتفاق افتاد من اصلا تو شاک بودم. یعنی حتی وقتی پلیس اومدن من فکر کردم دارم فیلم بازی میکنم، فکر کردم یه اکترس هستم که پلیس اومده، پلیس هم خیلی هندسان بود، مثلا فکر کردم دارم یه اکتینگ جاب انجام میدم. یعنی چیزی که میخوام الان برام یکم روشن بشه اینه که آیا این اقدامی که کردید برای استفاده از درد در حین رابطه جنسی بود که خیلی ها بالاخره تا یه اندازه درد رو دوست دارن ممکنه در رابطه جنسی، یا یک واکنش بود به دیالوگی که پیشتر همون شب داشتید و به خاطر شرایط ذهنی که داشتید سعی داشتید؟ به نظر من جفتشون درست هستن توی لولی. پس کانورسیشنی که داشتیم با منتال ایشوی که داشتم و چیزی که داشتم میشنیدم و میدیدم که تو کتابم بیشتر دیتیل میگم که دقیقا چی بوده اونا، و کانورسیشنی که با هم داشتیم که یه چیزایی رو دوست داشت که انجام بدم من، به نظر من این ستا با هم together به اتفاقی افتاد نتیجه داد. یک حادثه این چنینی ممکنه خیلی جا اتفاق بیفته، ولی به خاطر اینکه شما اسم قاسم سلیمانی رو گفتید و گفتید این در واکنش به اون هست، ناگهان تبدیل به یک خبر جهانی شد. همه رسانه‌ها به خصوص اینجا در ایالات متحده و طبیعتاً در ایران این خبر رو دنبال کردن و ناخودآگاه ذهن خیلی ها میره که آیا ربطی به دولت ایران داشته این اقدام یا نه. میدونم که پلیس لاس وگاس که طبیعتاً اومد صحنه رو بررسی کرد، آیا ماموران فدرال اف بی آی هم درگیر شدن؟ من هیچ اینفورمیشنی ندارم راجع به اون موضوع، ولی میدونم که اون شب با هوملند سیکیوریتی صحبت کردم و وقتی که ریسرچ انجام دادن گوشی من رو داشتن، همه چیزایی که نگاه کردم داشتن، اکسس به همه چیزای من داشتن و وقتی که اونا رو ریویو کردن گفتن این دختر هیچ رابطه‌ای به قاسم سلیمانی نداره، هیچ انتنشنی نداشته که اصلا همچین کاری بکنه. و به نظر من وقتی که این اویدنس، این مدارک، این مدارک وجود داره نشون میده که نه فقط من یه چیزی گفتم که باور نداشتم، بعد اینکه کسایی که اینوستیگیت کردن هم باور داشتن اینو. در خود کتابی که بهش اشاره کردید یک بار هم از قاسم سلیمانی نام نبردید، چرا؟ دلیلی که من تو کتابم اون شخص رو اسم نبردم این بوده که بخاطر اینکه من میخواستم نشون بدم به جهان استوری من چی بوده، چی بوده که نتیجه داده به چیزی که نتیجه داد. من بله، خب سوال بزرگی برای همه، یعنی بله. چیزی که خبر شما رو خبری بین المللی کرد همین بود که بعد از این حادثه شما به ماموران پلیس محلی در لاس وگاس گفتید که این اتفاق در واکنش به ترور قاسم سلیمانی بوده. طبیعتا فکر می‌کنم متوجه میشید چرا اینقدر جهانیان جلب توجه کرده خبر شما براشون. به نظر من اگه کتاب منو کاملا بخونید با اینکه اسمش توش نیست میفهمین برای چی من اون اسمو گفتم. گفتید که تمام حرفایی که زدی تحت تاثیر مشکلات روانی بود که داشتید. چقدر طول کشید از موقع بازداشتتون در شهرستان کلارک تا به این نتیجه برسید که کاری که کردید چه عواقبی میتونه براتون داشته باشه؟ بله، من حتی وقتی پلیس اومدن اونجا، وقتی حتی هنکاف داشتم، من هنوز
فکر من واقعی نبوده. من هنوز فکر می‌کردم دارم توی فیلم بازی می‌کنم. وقتی رفتیم تو جیل من فکر کردم فیلم رفته تو جیل. در اون زمان باور داشتم که یه دونه فیلم داره از پشت من فیلم داری میشه و هر کاری که دارم میکنم داره فیلم میشه برای یه سریز یا یه فیلمی. و وقتی که الان بهش فکر میکنم درست نبوده، ولی اون موقع 100% بهش باور داشتم. ولی کسی به من میگفت این اتفاق این درست نیست، من اصلا باورش رو نداشتم. با خاطر همین 4 هفته بعد از اینکه من تو جیل بودم، تو بازداشتگاه بودم، به منتال کلیریتی رسیدم. و این به خاطر این بوده که قرصم رو تونستم 4 هفته هر روز بخورم. این قرصا جوری هستن که اگه یه روز بخوری کار نمیکنه، بعد مرتب بخوریش که بتونه کار کنه. خب قرصاتون رو خوردید، کم و بیش به حال عادی بازگشتید و فهمیدید چه کار کردید و میدونستید که عواقب تلاش برای کشتن میتونه زندان طولانی باشه. چی بود واکنشتون اون موقع که میتونست این احتمال وجود داشته باشه که برای سالهای سال پشت میله‌های زندان باشید؟ خیلی نگران بودم. شب‌های بوده توی بازداشتگاه که من گریه می‌کردم، زنگ می‌زدم به پدر مادرم که نمی‌تونستم هر وقت زنگ بزنم. فقط یک ساعت در روز من وقت داشتم که زنگ بزنم. همش توی اتاقه که خیلی کوچولوی بودم، اصلا استیت اف مایند خیلی بدی داشتم. یعنی فکرشو بکنی یه نفر که تونسته شماره 3 تو کلاسشون باشه بره تو UCLA که شماره 1 یونیورسیتی تو پابلیک سکول آمریکا، از اونجا بره توی بازداشتگاه. یعنی اصلا به نظر من باور نکردنی بود و خیلی سخت بود برای من که اینو باور کنم. درسته که بهتون حکم حبس تعلیقی دادن، ولی بالاخره شما یک روز هم بعد از حکم دادگاه در زندان نخواهید بود اگر شرایطش رو اجرا بکنید. اصلا تصورش رو میکردید که ممکنه علی‌رغم کاری که کردید یک روز هم در زندان نمونید؟ من باور خیلی قوی داشتم به پدر مادرم، به لایرهای من، به تیم من و کسایی که برای من دعا خوندن. با اینکه ما زیاد مسیبی نیستیم توی لولی که اون شخصی که نیم کردم هست، ولی ما باورای اصیلی داریم که خدا با من بوده. و به نظر من این سپورت هایی که داشتم تونسته نشون بده به جهان که من میتونستم وقتای زیادی توی بازداشتگاه باشم، ولی حتی آمریکا، سیستم آمریکا باور داشته به من و میدونه که من میتونم چیزای خیلی خوبی انجام بدم برای این آمریکا و بتونم که دانشی که دارم از مدرسه هام خوب استفاده کنم. دیدم تو کار موسیقی هم هستی، ترانه خوندی، به نظر میاد کارهای بیشتری میخوای بکنی. الان یک کتاب بایوگرافی از خودت نوشتی که در واقع به همین موضوع هم میپردازه. خیلی ها ممکنه فکر بکنن که به شدت دنبال شهرتی. آیا اینطوریه؟ به نظر من اگه باور کسی این هست، داستان کامل رو نمیدونه. اگه کتاب منو بخونی میفهمی که چه لایفی داشتم قبل از اینکه این اتفاق افتاده. من تونسته بودم خیلی خوب تو مدرسه باشم، اپورتونیتی داشتم برای میوزیک، اپورتونیتی داشتم برای اینکه خیلی ساکسسفول باشم. این اپورتونیتی ها who would risk it essentially. بعد از اینکه این اتفاق افتاد طبیعتاً واکنش ها زیاد بود. میخوام بپرسم آیا از داخل ایران، از بین حامیان قاسم سلیمانی هم کسی بهت پیام داد که مثلا تشکر بکنه، تبریک بگه؟ پیام این چنینی هم داشتی؟ وقتی این اتفاق افتاد همه سوشال میدیای من کامنت های خیلی زیادی گذاشتن. خیلی هاشون منفی بودن، بعضیشون هم مثبت بودن، ولی من جفتشون و من هیچ کدومشون رو من اصلا دوست نداشتم که بگیرم. و توی لولی رسید که من اصلا اینستاگرام رو پاک کردم و یه دونه جدید درست کردم. چقدر فکر میکنی که میتونی عبور بکنی از این اتفاقی که در سن خیلی پایینی هم برات افتاد؟ به نظر من به خاطر اینکه من خیلی جوان هستم،
وقت دارم که این زندگی منو عوض کنم، از این چیزی که اتفاق افتاد میتونم یه چیز خوبی بسازم، میتونم راجع به دیسکشن منتال هلث تو in the Iranian community and having more discussions there. بحث سلامت روان در جامعه ایران. بله، میتونم یه پلتفرمی بسازم که بحث سلامتی روانی برای آدم ایرانی رو بیشتر کنم. حتی میتونم کسایی که ایرانی بودن و اکسپیرینس های بد داشتن و توی کلچر ایران زیاد اجازه نمیده که راجع به این موضوع صحبت کنیم، من میخوام اونو باز کنم و میخوام آدمای بیشتری راجع بهش حرف بزنن. نیکا نیکوبین، خیلی ممنونم. مرسی. گفتگوی بود با نیکا نیکوبین. در نخستین روز از سال تحصیلی فرانسه، ده‌ها دختر نوجوان که با پوشش چادر عربی و عبای به مدرسه رفته بودند، مجبور به بازگشت به خانه شدند. دولت فرانسه با این استدلال که پوشیدن عبای خلاف قوانین نظام لایکه، این نوع پوشش رو برای دختران در مدارس دولتی ممنوع کرده. مخالفان این قانون میگن این نوع پوشش نشانه ای از فرهنگ عربی و نماد دین اسلام نیست. استفاده از نمادهای مذهبی در مدارس فرانسه ممنوعه. جلال ایجادی، استاد جامعه شناسی از پاریس با ماست. آقای ایجادی، متوجه هستم که فرانسه، یعنی دولت فرانسه میگه که یک کشور سکولار هست، نمیخواد نمادهای مذهبی در نهادهایی مثل مدرسه دیده بشه، ولی خب بسیاری کشورهای دیگه سکولار هستن. ایالات متحده آمریکا از در قانون اساسیش به روشنی یک کشور سکولار هست، ولی کسی به شما نمیگه با چه پوششی میتونید یا نمیتونید به مدرسه و دانشگاه برید. بله، درود به شما و همه بینندگان عزیز شما. ببینید، فرانسه یک تاریخ ویژه داره. این تاریخ ویژه در ارتباط با دوران روشنگری و مبارزه فیلسوفان علیه مذهب هست و میرسیم به دوران 1905 که قانون لایسیته به دنبال مبارزه علیه کلیسای کاتولیک به هر حال به رأی رسیده شو و مورد در واقع قبول واقع شد. و باز هم پس از اون ما میرسیم به دوران جدید، یعنی از سالهای 80 میلادی به این ترتیب جامعه فرانسه متوجه شد که یک فشار زیادی از جانب اسلامگرایان روی جامعه داره وارد میشه و در سال 2004 بود که عملا دولت مجدداً بر پایه قانون لایسیته سال 1905 تشخیص داد که این اقدام‌ها اقدام‌های سامان یافته از طرف نهادها و شبکه‌های اسلامگرایان هستند که در درون مدرسه، در درون مدرسه‌های دولتی می‌خواهند در واقع اقدام‌ها و نشانه های مذهبی رو رایج بکنن. بنابراین این ویژگی فرانسه رو ما باید در نظر بگیریم، مانند آمریکا نیست و حتی با کشورهای دیگه ای از اروپا هم متفاوت است. ولی نقض آزادی های فردی نیست آقای ایجادی به نظر شما؟ یعنی خط قرمز رو کجا میخوان بذارن؟ اگر یه نفر فرض کنید یه دونه صلیبی روی انگشتش تتو کرده، آیا میخوان بگن با اون نه مدرسه یا اونو باید بپوشینی؟ کجا باید این خط رو مشخص بکنن؟ ببینید، جامعه فرانسه درش آزادی همه چیز هست، از جمله کسانی که دارای پوشش انواع اقسام مذهبی هستند در درون جامعه خیلی فرانسه. خیلی به نظر نمیده اگه شما نتونید با حجابتون به مدرسه برید این چه آزادی هست؟ نه، اجازه بفرمایید در درون شما بفرمایید. من شما رو دعوت می‌کنم در فرانسه، در پاریس راه می‌رویم و همه چی رو در اینجا خواهید دید. یک، در درون دانشگاه هم به همین ترتیب قانون 2004 میگوید در درون مدرسه و کلاس‌های درس مربوط به افرادی که سنشون پایین‌تر از 18 سال هست، در درون نظام آموزشی اینها نباید در واقع هیچ نشانه‌ای، یعنی افراد در واقع مسلمان چنین حجابی نباید داشته باشند و افراد یهودی کلاه بر سر رو نباید داشته باشند و افراد مسیحی هم اون به اصطلاح صلیبی که خود رو بسیار برجسته میکنه اونها نباید داشته باشند. پس بنابراین نقض در واقع آزادی نیست، میگویند در درون نظام آموزشی ما مسئولیت، یعنی ما یعنی دولت مسئولیت داره که یک فضایی وجود داشته باشه که آموزش داره صورت میگیره،
جدای از تمام تلاش ها و اقدام های در واقع مذهبی، پس این رو به عنوان در نقض در واقع چی آزادی ها نباید در نظر گرفت. ببینید همین فیلم های شما هم الان نشون میده در خیابان های پاریس افراد محجبه خیلی فراوانند، میبینید. پس بنابراین در اینجا بحث بر سری نیست، فقط در چارچوب مدرسه های دولتی است، زیرا در درون سیستم آموزشی جریان های اسلامگرا پیوسته و پیوسته هر دوره یک در واقع تاکتیک جدیدی میارن، شبکه های پشت اینها وجود دارد. ما اینو میشناسیم از نزدیک، مطالعات میدانی شده و ما هم از نزدیک میشناسیم. برای که نمیشه طبیعتا به تمام افراد وابسته دونست، یعنی هر دانش آموزی که با حجاب به مدرسه میره که طبیعتا مربوط به یک تشکیلات سازمان یافته نیست گمان میکنم. فکر نمیکنید که این نگرانی از این اقدامات مذهبی ممکنه تا اندازه‌ای به مسلمان حراسی هم منجر بشه؟ شما باور بفرمایید که ببینید در جامعه فرانسه 5 میلیون مسلمان وجود دارن. باور بفرمایید که همینطوری دارم الان خدمت رو ارزم، اکثریت مطلق همه این عزیزان، یعنی شهروندان این کشور که مسلمان هستن، دارن زندگی عادی دارن، سر کار میرن، مالیات میپردازن، رأی میدن، هیچ گونه ضدیتی با امر این مسلمان بودن اینها واقعا در جریان نیست. البته در جریان در جامعه فرانسه نیز جریانات راستگرای افراطی نیز وجود دارن، مانند سایر کشورها متاسفانه. خب این یک پدیده ای هستش که باید مورد تحلیل قرار بگیره، ولی نظام موجود و آنچه در اینجا هستش به هیچ وجه ضدیتی با امر این که شما دین دیگری دارید واقعا وجود نداره و قانون حمایت میکنه از همه دینداران به عنوان شهروند و به این ترتیب هستش که در واقع منتهای مراتب کسانی که عملا تمایلات اسلامگرایی دارن میگوین که ما مورد تبعیض قرار میگیریم. این مایی رو که میگوین تبدیل میشه به یک مای عمومی مسلمانان، آنکه این در واقع یک دروغ بسیار بزرگی است. حتی جمهوری اسلامی هم پیوسته در گزارش‌های خودش میگوید که در فرانسه دیکتاتوری وجود دارد و انسان‌ها نمی‌توانند با حجاب این بر اون بر بروند. ولی اینکه به هر حال با توجه به این نکات هستش که حس جامعه فرانسه در این هست که در برابر اقدام‌های اسلامگرایان در محیط آموزشی مدرسه و اون هم باز آقای ایجادی 15 ثانیه داریم تا پایان برنامه. ممنونم از شما جلال ایجادی، استاد جامعه شناسی از پاریس با ما، و ممنونم از شما که ما را همراهی کردید.